مجلس ملی مسلمانان در سریلانکا به طور رسمی راه اندازی شد و اولین اجلاس عمومی سالیانه خود را برگزار کرد. این سازمان توسط جمعی از مسلمانان سریلانکا از حوزه های خصوصی، تجاری، دانشگاهی و حرفه‌ای راه اندازی شده است. مجلس ملی مسلمانان اولین سازمان در نوع خود است، که از چهار گروه قومی مسلمان در سریلانکا یعنی مورها، مالایها، ممویها و داوودیهای سریلانکا تشکیل شده است. مجلس ملی مسلمانان یک سازمان مدنی غیر سیاسی و غیر فرقی است که با هدف ارائه نمایندگی مدنی برجسته در کلیه امور مربوط به جامعه تشکیل شده است. هدف از تأسیس این سازمان اعاده حیثیت جامعه مسلمانان با نشان دادن فعالانه تعهد نسبت به ادغام ملی، وحدت ملی و هماهنگی ملی در سریلانکا است. این نهاد قرار است به عنوان یک کاتالیزور برای کار در جهت منافع عمومی و نه تنها مسلمانان سریلانکا بلکه همه شهروندان این کشور فعالیت کند. و بهترین استعدادها و منابعی که در جامعه مسلمان سریلانکا حضور دارند را در این زمینه بکار گیرد کمال دین که از اعضای اصلی این سازمان است اظهار داشت هدف نهایی ما پرورش یک ملت متحد از طریق درک و احترام متقابل است که با ایجاد بافت جدیدی که به طور مؤثرتری با بقیه کشور مرتبط و ادغام شود حاصل می‌گردد